بنام خدا، سلام بر شما. به خبر هشت خوش آمدید. امروز جمعه پنجم ماه عقرب سال 1402 هجری شمسی است. سرخط خبرها: چهار کشته و هفت زخمی در انفجار در غرب کابل. این انفجار شامگاه دیروز در یک کلاب ورزشی در ساحه دشت برچی شهر کابل رخ داد. فکر می‌کنم که افغانستان دیگر امن است. یا اگر کسی اقدامات نادرست با زن خواسته است و خواستارم اراده داشته باشد سخنسان خواهد شد. دوازده اینا بود که می جفتیده بود دیگه، اما لحظه دیگه ایجاد یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین. رهبر امارت اسلامی دستور فراهم ساختن سهولت ها را به مهاجرین اخراج شده از پاکستان و ایران دارد. ما از دو ماه به این سو در مورد پلان شهروندان غیر قانونی پاکستان کار میکنیم که نام آن را بازگشت به وطن گذاشتیم. تمام اقدامات پلان های ما مکمل شده است. ما در منطقه گلگت بلوچستان یک مرکز ایجاد کردیم و تمام تلاش ها برای معیاری ساختن گمرکات کشور. وزارت مالیه میگوید که 60% بودجه سال جاری خود را برای استاندارد سازی گمرکات اختصاص داده است. و سفر یک هیئت گروه حماس به روسیه. این هیئت برای بحث درباره وضعیت در نوار غزه به مسکو سفر کرده است. من عبدالعزیز سخی‌زاده هستم. سخنگوی قماندانی امنی کابل میگوید که در انفجار شامگاه روز پنجشنبه در غرب کابل 4 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخم برداشت است. گواهان رویداد میگویند این انفجار در داخل یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی در مربوطات حوزه 18 رخ داده است. یکی از مربیان این کلاب میگوید که این انفجار زمانی رخ داده که ورزشکاران مصروف تمرینات ورزشیشان بودند. با گفته او شمار کشته و زخمی های این رویداد بیشتر از آنچه است که مسئولان امنیتی آن را اعلام کردند. شامگاه خونین در غرب کابل. این بار اما وقوع انفجار از ورزشکاران یک باشگاه مشزنی در دشت برچی قربانی گرفت. شامگاه روز پنجشنبه انفجار زمان رخ می‌دهد که ورزشکاران در این باشگاه ورزشی مصروف تمرینات ورزشیشان بودند و یکی از مربیای باشگاه میگه که شدت انفجار تا حد قوی بوده که حتی نمای ساختمان و وزنایی که در این کلاب دهن ورسی قرار داشت همچنان زمزکای مجدنی شما را از یارت به بیرون پرتاب میکنند. سخنگوی قماندانی امنی کابل گفته است در اثر این انفجار 4 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شده است. نوعیت انفجار اما روشن نیست. امارت اسلامی هم خود را متحد به تامین امنیت جان شهروندان کشور میداند. نیروهای امنیتی بررسی میکنن زمانی که بررسی ها تکمیل شد نتیجه را شریک خواهد ساختن با رسانه ها. خب بر صورت گفته میکنم که افغانستان دیگر امن است. اینجا اگر کسی اقدامات نادرست و زن خواسته است و قصدارم اراده داشته باشد سخنسان خواهد شد و جلو همچو اقدامات گرفته میشه. نیروهای امنیتی ما به شدت کار میکنند در این راستا. اما گواهان رویداد میگویند شمار کشته و زخمی بیشتر از آنچه است که قماندانی امنی کابل گفته است. تعداد حضور حدودا تقریبا 30 نفر بود و حدود 5 نفر طبق گزارشات ما شهید داریم و حدود 15 نفر زخمی داریم. شدت این انفجار اما بر منازل پایین این باشگاه و برخ دوکاکین در نزدیک محل رویداد هم خسارات مالی بجا گذاشته است. برخ ورزشکارانی که در این باشگاه مصروف تمرینن میگویند این باشگاه حدود 2 ماه پیش هشدار دریافت کرده بود. این ورزشکاران روایت های دیگر هم دارند اما تلخ و دردناک. ترخترین تصویری را که دیدم واقعیت خود مامامیال جگرخون است. چون امید کلاب ما است همینجا تمرین میکنم دیگه. ای بود که بچه بسند 12 اینا بود که همینجا افتیده بود دیگه. اما لحظه دیگه احساس یعنی خود من میتو یک حسی هم در بدنم نمانده بود. طرف دیدم که را چه قسم پایین کنم دیگه جان به عقص برده بود. ای وسایل هم بدون شک از ورزشکارهایی است که در کلاب تمرین میکردن و یکی از مربی کلاب میگه که
ورزشکاران به خاطر یک مسابقه داشتن خودشان را آماده میکردن و قرار بود که امروز جمعه مسابقه برگزار شود و ورزشکارای باشگاه در مسابقه اشتراک بکنند. تا کنون هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. دشت برچه منطقه در غرب شهر کابل است و بارها انفجارهای خونین و مرگبار در این منطقه رخ داده است. مسئولیت بیشترین عملات را اما داعش بر عهده گرفته است. عبیدالله انوری، آریانا نیوز، کابل. رهبر امارت اسلامی با صدور یک فرمان دستور ایجاد یک کمیسیون ویژه به رهبری عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرا را برای رسیدگی به مهاجرینی که از ایران و پاکستان به گونه اجباری اخراج می شوند داده است. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که از آن جایی که پاکستان برخلاف تمامی نرم های بین المللی قصد اخراج اجباری مهاجرین افغان را گرفته است. بنابراین امارت اسلامی من حیث یک نظام مسئول این کمیسیون را ایجاد کرده و قرار است از طریق این کمیسیون تمامی سهولت ها به مهاجرین برگشت کننده فراهم شود. در همین حال وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان اعلام کرده که تصمیمشان در مورد اخراج مهاجرین غیرقانونی از این کشور قطعی است و مهلت تعیین شده قابل تمدید نیست. خدیجه کویسان گزارش می‌دهد. همزمان با نزدیک شدن ضرب العجل دولت پاکستان برای اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور، رهبر امارت اسلامی فرمانی را صادر کرده است که بر بنیاد آن یک کمیسیون ویژه به رهبری عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرا با عضویت 31 مقام عالی رتبه دیگر امارت اسلامی ایجاد شده است. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که از آن جایی که پاکستان برخلاف تمامی نرمها و قوانین بین المللی قصد اخراج اجباری مهاجرین افغان از آن کشور را گرفته است، بناهن امارت اسلامی من حیث یک نظام مسئول این کمیسیون را ایجاد کرده است و قرار است از طریق این کمیسیون تمامی سهولتها به مهاجرین برگشت کننده فراهم شود. پاکستان را ما بارها برشون گفتم که اقدامات غیر قانونی را انجام ندن، مهاجرین را به زور و اجبار و همچنان شکنجه مجبور نسازند که از پاکستان برن، و اگر باز اقدام را بکنن امارت اسلامی افغانستان این حس یک نظام مسئول در کشور مسئولیت داره که برای مهاجرین رسیدگی بکنه. در این راستا کمیسیونی مخصوص به حکم علی قدر امیرالمومنین حفظه الله تعیین شده که او کمیسیون رئیسش معاون اداری ریاست الوزرا محترم مولوی عبدالسلام حنفی صاحب است. کمتر از 4 روز دیگر از مهلت تعیین شده پاکستان به مهاجرین غیرقانونی در این کشور باقی مانده است. وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان میگوید که اسلام آباد هیچ تصمیمی برای تمدید مهلت اخراج اجباری مهاجرین ندارد و پس از 31 اکتبر تمامی مهاجرین غیرقانونی در کمپ‌های در بلوچستان گردآوری و پس از آن به کشورهایشان برگشتانده خواهند شد. این مقام امنیتی پاکستان اما تاکید کرده است که مهاجرینی که اخراج کرده می شوند حق ندارند بالاتر از 50,000 افغانی پول نقد را با خود انتقال بدهند. ما از 2 ماه به این سو در مورد پلان شهروندان غیر قانونی پاکستان کار میکنیم که نام آن را بازگشت به وطن گذاشتیم. تمام اقدامات پلانهای ما مکمل شده است. ما در منطقه گلگت بلوچستان یک مرکز ایجاد کردیم و تمام مهاجرین را به گونه موقت در آنجا نگهداری میکنیم که آنها در آنجا از تمام امکانات بهره مند خواهند بود. بعد از اول ماه نوامبر هیچ یکی از مهاجرین غیر قانونی در پاکستان نگهداری نمیشود. مهاجرینی که از پاکستان اخراج میشوند میتوانند همراه خود حدود 50,000 پول نقد را انتقال دهند و از این بیشتر به گونه نقدی نمی توانند انتقال دهند. سخنگوی امارت اسلامی اما میگوید که امارت اسلامی در رابطه به انتقال سرمایه های مهاجرین منحص یک نظام مسئول مطابق به یک میکانیزم برای دستیابی افغان ها به دارایی هایشان اقدام خواهد کرد. انتقال پول خو اول خودشان هم میتونن، باید اگر کدام اصولی برسان گذاشته باشه از طریق بانک ها و همچنان حوالجات از پاکستان پول انتقال میشه، نمیتونن آنها پول مردم را بگیرن و غصب بکنن. در این راستا کدام اقدامی صورت گرفت بعد تصمیم بعدی انشاءالله گرفته خواهد شد.
آگاهان میگویند که بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین از پاکستان و ایران خلاف موازین بین المللی بوده و می افزایند که از این که پاکستان در روابط دیپلماتیکش صادق نیست، هیچ گونه نشست و گفتگو در این مورد نتیجه بخش نبوده است. کمیسیون تشکیل شده برای ارائه خدمات مهاجرین اخراج شده از پاکستان برای کوتاه مدت می تواند موثر باشد، اما برای بلند مدت نیاز هست مشکلات زیرساختی مهاجرین از جمله اشتغال و موضوع خانه حل گردد. کمیسیون ویژه رسیدگی به مشکلات مهاجرین 12 کمیته دارد که مسئولیت این کمیته ها تشخیص مهاجرین برگشت کننده و چگونگی عرضه خدمات اولیه، خدمات صحی و تهیه سرپناه موقت به آنان می باشد. خروج بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان در حال صورت می گیرد که فصل زمستان با گذشت هر روز نزدیکتر می شود و احتمالاً رسیدگی به مشکلات این مهاجران را دشوار خواهد ساخت. وزارت مالیه می گوید که 60% بودجه انکشافی سال جاری این وزارت برای نوسازی و استاندارد سازی گمرکات کشور اختصاص یافته است. مقام های این وزارت تأکید می کند که در 20 سال گذشته اقدامات مؤثر برای معیاری سازی گمرکات کشور صورت نگرفته است. در همین حال اعضای سکتور خصوصی این اقدام وزارت مالیه را در توسعه اقتصادی کشور مهم می دارد. مسئولان وزارت مالیه می گویند که در 20 سال گذشته اقدامات مؤثر برای معیاری سازی بخش های ساختمانی گمرکات کشور صورت نگرفته و از همین رو این وزارت در سال جاری 60% بودجه خود را برای نوسازی و استانداردسازی گمرکات کشور اختصاص داده است. مسئولان این وزارت می افزایند که با ایجاد استانداردهای جدید گمرکی، اصلاحات و تسهیلات جدی در تجارت، ترانزیت و سایر فعالیت‌های اقتصادی صورت خواهد گرفت. افغانستان اسلامی امارات بیا حکیمیت سخرا پدیخ و مالی وزارت در گمرکونو عصری سازی ته خاص توجه کرده، وقت په وخت دلته مختلف تلی نصب سوی دی، هنگرونه جوړ سوی دی، چاردیوالی د ګمرکونو کانکریټ کول د ټولو پروسه تر کار لاندې دي. یوازې د 1402 مالی کال کې مالی وزارت چې کوم پرمختیايي بودیجه ده په هغه کې 80% یوازې او یوازې د ګمرکونو د عصري کولو لپاره خاص شوی ده. در عین حال مسئولان بخش خصوصی و ترانسپورتی کشور نیز استانداردسازی گمرکات کشور را مهم می‌دانند و می‌افزایند که در شرایط فعلی هیچ استاندارد در گمرکات کشور وجود ندارد. گسترش و معیاری سازی گمرکات افغانستان هم در بخش تسریع واردات و صادرات اموال تجارتی، هم در بخش جمع‌آوری شفاف عواید و هم در بخش تفکیک و تشخیص اموال بی‌کیفیت نقش با سزای خود دارد. در صورتی که زیربناهای گمرکی افغانستان به شکل اساسی و مطابق به استانداردهای قبول شده جهانی صورت بگیرد. مال کردم باید چند خپل خبرو کې ویلی متاسفانه د منګه د اتحادیه یا د منګه د واردونکو تجارت په دویمه کټګوري کې منا چې په دریمه کې منا په پنځمه کټګوري کې د افغانستان په اقتصادي وړو کې وده ورکول کیږي. اول به مثال سبزیجات و ترکاری، دویم به صنایع، دریم به شوکانه، څلورم به زغالی، بیا که داغه نه روسته چې شپات شل منګه ته به څوک به توجه کوي کنه نه کوي. خو زه په شرطن دا وایم چې محترم وزارت مالیات د خپل اسی کودا سیستم چک کاندي د ټولو نه جګترین مالیات جګترین محصول د منګه دی چې منګه تویلو. با باور کارشناسان اقتصادی در صورت که تمامی گمرکات کشور به استانداردهای بین المللی عیار شود، این اقدام تأثیرات مثبت بر توسعه روابط اقتصادی با منطقه و کشورهای همسایه خواهد داشت. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. ادامه خبرها. بنیاد خیریه بیاد برای ده‌ها خانواده آسیب دیده از اثر زمین لرزی اخیر در ولسوالی گلران ولایت هرات کمک توزیع کرده است. این کمک ها شامل لباس، کمپل و لوازم آشپزخانه می باشد. مسئولان این بنیاد می گویند که روند توزیع کمک ها به خانواده های آسیب دیده ادامه دارد و تلاش می کنند تا بسته های کمکی را به مناطقی که کمتر همکاری صورت گرفته بفرستند. خانواده های آسیب دیده نسبت به همکاری های بنیاد بیات ابراز خرسندی کرده و خواهان تداوم این کمک ها هستند.
به سلسله کمک های زمستانی بنیاد بیاد برای آسیب دیدگان زمین لرزه های هرات، این بار به ده ها خانواده در ولسوالی گلران این ولایت کمک توزیع شده است. خانواده های آسیب دیده در دورترین قریه های ولسوالی گلران این بسته های کمکی را دریافت کردند. زمستان اگر سخت بیا باران باشه و چی باشه، خونه اگر زلزله چپه کرده باشه و نکرده باشه، اینا که از تخریب میشه و نیاز به کمک های اشد خیلی ضرورت داره مردم، یعنی 95% مردم به کمک ضرورت داره که مؤسسات خیریه و بنیاد تشکری از بنیاد بیات میکنیم که با وجود قدر مشکلات و قدر تکالیفی که اینا رنج زحمت متحمل شدن و به دورترین نقطه ولسوالی گلران که از قریه گودار است کمک کردن. آنگونه که مسئولان در بنیاد خیری بیاد میگویند، این بسته های کمکی بر اساس تصمیم کمیسیون رسیدگی به آسیب دیدگان زمین لرزه های هرات به این ولسوالی ارسال شده است. خانواده های آسیب دیده در این ولسوالی میگویند تا حالا هیچ نوع کمکی دریافت نکردند و این اولین بسته های کمکی می باشد که به آنها رسیده است. تشکری میکنیم از مؤسسه بنیاد بیاد که این راه دور را به زیر راه سخت و به زیر راه پرخطر زحمت کشیدن که همین مقدار کمک به همین مستضعفین دادن که ما به اثر زلزله به زیر کمک بسیار احتیاجی داشتیم. هرچند زمین لرزه های هرات آسیب چندان به قریه های ولسوالی گلران نرسانده است، اما مردم به دلیل ترس از ادامه پس لرزه ها مجبور هستند شب روز خود را در زیر خیمه ها سپری کنند. آنها میگویند در شرایط کنونی نیاز فوری به کمک های اولیه دارند. در عرصه وقت با ما کمک های اولیه که ما ضرورت داشتیم از قبیل همین کمپل و فرش و همین لوازم گرم زمستان و کپسول بوده که ما بسیار به اینا ضرورت داشتیم، بیشتر از مردم اینا را نداشتم که از اینا استفاده کنم. زمین لرزه های اخیر در هرات خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم وارد کرده است. در خیلی از قریه های آسیب دیده هنوز کمک های اولیه به مردم نرسیده است، اما کمک های بنیاد بیاد همچنان برای آسیب دیدگان زمین لرزه ها در این ولایت ادامه دارد. والی تخار به منظور بررسی کارکرد ادارات محلی و شنیدن مشکلات مردم از نزدیک به ولسوالی های این ولایت سفر می کند. عبدالامین‌زاده در تازه ترین مورد با جمعی از مسئولان ادارات دولتی به ولسوالی های ششگانه ماواره کوکچه سفر کرده و با مسئولان محلی و باشندگان این ولسوالی ها به طور جداگانه دیدار کرده است. ولی تخار به باشندگان این ولسوالی ها وعده کرده که با مشکلات آنها در بخش خرابی سرک ها، دسترسی به خدمات صحی و سایر چالش های آنان رسیدگی خواهد کرد. او همچنان از مردم میخواهد که از امارت اسلامی حمایت کند. مقامات محلی ولایت تخار به منظور بررسی وضعیت ادارات، نظارت از حکومتداری محلی، شنیدن مشکلات مردم و بررسی فعالیت‌های حکومت محلی به چندین ولسوالی این ولایت سفر کرده و خواهان حمایت مردم از نظام اسلامی شدند. عبیدالله امین‌زاده والی تخار با تعداد از رؤسای ادارات دولتی در این سفر به ولسوالی‌های دشت قلعه، خواجه بهاءالدین، درقد، ینگ قلعه و چاه آب رفته و به صورت جداگانه با مردم این ولسوالی‌ها دیدار کرده است. والی تخار به باشندگان این ولسوالی‌ها وعده کرده است که به مشکلات آنها در بخش خرابی سرک‌ها، دسترسی به خدمات سی و سایر چالش‌های آنان رسیدگی خواهد کرد. مردم با دولت چقدر روابط دارند؟ آیا ادارات ما دروازه‌شان برای مردم باز هست نیست؟ مسئولین ما به مشکلات مردم، مشکلات حقوقی و جنایی و بینا رسیدگی می شود نمی شود؟ والی تخار از مردم خواهان حمایت از نظام اسلامی شده و تأکید دارد که امارت اسلامی مصمم به خدمت صادقانه و آبادی کشور است. هدف دوم بزرگ امارت اسلامی آباد ساختن افغانستان است. به خاطر از اینکه فی الحال امارت اسلامی در سیالی با دنیا قرار دارد. باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه با استقبال از این اقدام مقام های محلی تخار خواهان توجه مسئولان برای رسیدگی به مشکلاتشانند. اگر مریض از اینجا شما تا طالقان که در اینجا شفاخانه جواب میته، او بیچاره در مسیر را هلاك میشه. این حال یازیر یک پروژه بسیار کلان ماشاءالله چی میشه که این مردم تقاضا و التماسشان هم است که شما جناب والی صاحب من حیث بزرگ ما با ما همکار شوین. اینمی شفاخانه از ضرورت شما بین 300 قرار نداره و
نیازمندی از این مردم پورا کنه میتن. اینو به توجه کنین. دیگه ما در رابطه با مالداری آب گپا زراعت مطلقاً در قرون وسطی هستیم. والی تخار پیش از این از چندین ولسوالی دیگر این ولایت نیز دیدن کرده و میگوید که برنامه دارد تا به تمامی ولسوالیات تخار برود و مشکلات مردم را از نزدیک بررسی و برای حل آن همکاری کند. باشندگان ولسوالی چارکنت ولایت بلخ میگویند که خرابی سرک عمومی و راه مواصلاتی این ولسوالی و نیز نبود برق زندگی آنان را با دشواری ها مواجه کرده است. آنان می افزایند که در جریان جنگ های گذشته در بخش بازسازی و توسعه این ولسوالی کمترین توجه شده و حکومت باید اکنون دست به کار شود. ولسوالی چارکند با داشتن 65 قریه و 57,000 باشنده یکی از ولسوالی های دورافتاده ولایت بلخ است. راه های سخت گذر و کوهستانی که ما را به سوی ولسوالی چارکند یکی از ولسوالی های دورافتاده ولایت بلخ می برد. در یک روز آفتابی رهسپار این ولسوالی ولایت بلخ می شویم تا زندگی باشنده های آن را و چالش های اجتماعی آنان را به تصویر بکشیم. ولسوالی چارکنت ولایت بلخ منطقه که با 65 قریه حدود 57,000 تن در آن زندگی می کند. اما آنچی که زندگی آنان را دشوار کرده کمبود خدمات اولیه زندگی است. باشنده های این ولسوالی نبود برق و خرابی جاده عمومی و راه های مواصلاتی را از مهمترین مشکلاتشان بیان میکنند. قبلا مؤسسه های دولت میگفت که جنگ از جنجال است، ما کار نمیتونیم، نگاه امنیتش کس گرفته نمیدونه. ولی فعلا نگاه امنیتش از امارت اسلامی ما خوشحال هستیم که نگاه امنیت بسیار خوب است. ولی فعلا ما که مشکلات های داریم در بخش سرک داریم، دومش در مشکلی برق داریم که در سطح ولسوالی چارکند مردم زندگی که میکنند در برق سولری است، دیگه برق نداریم. مشکل از زمستان اگر میشه که برق میزنه یک راهای ما را خانه دیدین که خراب است، یک جایش از سیل میزنه اون را بند است، یک مریض اگر در یک ساعت یک نیم ساعت برسه در چهار ساعت نمیرسه. این سرکایش باید یک کمی از طرف دولت توجه شوه، بازسازی شوه. در همین حال مسئولان محلی امارت اسلامی در این ولسوالی هم با ساکنان آن دیدگاه مشابه دارند. مشکلات در چارکند وجود دارد. از اینکه چارکند یک ولسوالی کوهستانی و صعب العبور است، از نگاه سرک زیاد مشکلات دارد. تقریبا شما تا این مرکز ولسوالی را که تشریف آوردین این سرک خیلی آباد است، این جور است. از این نقطه ولسوالی این طرف آخر در نقطه آخری ولسوالی که قریقاچ و سرخکوچه میگه تا اون منطقه را که است تقریبا 3-4 ساعت راه دیگه میرخی، بسیار سرکش خراب است. ولسوالی چارکند در 50 کیلومتری شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ قرار دارد و بر اساس معلومات اکثریت باشنده های آن را هزاره ها و تاجک ها شکل میدهند. ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه. با خبرهای اقتصادی هم خوش آمدید. مسئولان شرکت‌های پروسس لبنیات در ولایت ننگرهار میگویند که به دلیل کمرنگ شدن بازار فروشات تولیداتشان را کاهش دادند. مسئولان این شرکت‌ها دلیل کمرنگ شدن بازار فروشاتشان را واردات بی‌رویه لبنیات خارجی و وضعیت بد اقتصادی مردم و تغییرات فصلی می‌دانند. نگرانی فابریکه داران پروسس لبنیات در ولایت ننگرهار از کمرنگ شدن بازار فروشاتشان. این فابریکه داران میگویند به دلیل وضعیت بد اقتصادی و کمبود بودجه تولیداتشان کاهش یافته است. تیر په نسبت به تولید کې څلګ را کم شوی دا په دې خطر را کم شوی چې سویلت دی. یو چې د هوا د یخوالی لته دی، دوی ملت چې د لمپیسکین ډیزس تقریبا 100 میشته مخ کې تیر شو. دا اقتصادي مسله ده، عمومي سطح باندې عمومي کاروبارونه خراب شوی، زمونږ مسله پکې شوی دی. شماری از کارگران و مسئولان این فابریکه ها از دولت می خواهند که به مشکلات فابریکه داران رسیدگی کند تا در آینده جوانان بیشتر مشغول کار شوند. شدی رازی دل تمنگ چکو او پروسس کیږي بس باندې کیږي او ننګرهار ولایت لپاره دته د خپل تولیدات وړاندې کوو. نو موږ په دې باندې فخر کوو، موږ د پاره ریوارد زره چې دغه سی فابریکه جوړ شوی ده په ننګرهار کې. در همین حال مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت ننګرهار در مورد مشکلات این فابریکه داران چنین می گویند. کارن وزارت رهبری
هڅه کوي تر څو په ټولو اداراتو کې خصوصا په دولتي اداراتو کې دغه مسله عامه کړي چې کله دوی د دغه لبنیاتو څخه استفاده کوي نو باید د داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. بر اساس معلومات مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت ننګرهار، حدود 60 فرم پرورش گاو در این ولایت وجود دارد که روزانه از آنها حدود 10,000 لیتر شیر به دست می آید. نرخ اسعار و خبر ورزشی هم خوش آمدید. اشتلی وستوت از سوی فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان گماشته شد. محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال کشور در گفتگوی ویژه با آریانا نیوز تایید میکند که این فدراسیون اشتلی وستوت انگلیسی را برای نیمکت هدایت تیم ملی کشور برگزیده است و در هفته پیشرو به صورت رسمی او را معرفی خواهد کرد. آقای کارگر همچنان میگوید که در پشت صحنه کودتای بازیکنان تیم ملی بر علیه فدراسیون فوتبال افراد دیگری دخیل هست و به زودی آنها را افشا خواهند کرد. این در حالی است که تیم ملی قرار است زیر نظر سرمربی جدید تا کمتر از 20 روز دیگر برای تقابل با قطر آماده شود. جدال با منگولیا و پیروزی برابر این کشور در حالی که سعود افغانستان به دور بعد مسابقات را مهر کرد، اما کام هواداران با اقدام تند بازیکنان ملی پوش تلخ شد. ملی پوشان کشور در آستانه دیدار با منگولیا دست به اخراج سرمربی زدند و از سوی دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال را به فساد و دزدی متهم کردند. اما محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال کشور در گفتگوی ویژه با آریانا نیوز میگوید که در پشت پرده این اتفاقات کسان دیگری دخیل هستند و چنین امری از بازیکنان بر نمی آید. ما منافع ملی فوتبال ما بالاتر از منافع شخصی و افراد و اشخاص که چی در تیم ملی است و چی در پشت سر تیم ملی است. این پلیرهایی که اسناد را که اینا ارائه کردن و از فیسبوک ها ارائه کردن داشتن از احساسات از یا استفاده شدن. دستای پشت سر بودن که از احساسات از یا استفاده شدن آمدن استن. آقای کارگر در این گفتگو تاکید میکند که اداره فوتبال کشور مبلغ پول کمک شده از سوی عربستان سعودی را به بازیکنان رسانده و از مقدار باقی مانده آن برای کمپ تمرینی تیم ملی در کابل و موارد نیاز دیگر این تیم هزینه خواهد کرد. در همین حال وی تایید میکند که فدراسیون فوتبال با اشلی وستوود به توافق دست یافته است و به زودی تیم ملی فوتبال کشور زیر نظر این سرمربی انگلیسی کارش را شروع میکند. نام اسمونتوش در گزینه اسمونتوشوف بود، از ترکمنستان بود، از ایران بود و از انگلند بودن که درست سر از این بحث شد. درست دایرکتر تکنیکی کل اسنادش را چک و بررسی کرد و برای ایفسی روان کرد. بعد از او کامدن روز دوم آخرین گزینه که برای ما بود اجرایه و هیئت رهبری تصمیم گرفت که بهترین مناسب برای ما کس است که تجربه کافی و بالای در سطح اروپا دارد. این در حالی است که آقای کارگر میگوید که با توجه بررسی خلاصه سوانه عبدالله المطیری سرمربی از بق تیم ملی فوتبال کشور توسط کمیته اجرایی وی نتوانست انتظارات را برآورده سازد و از نظر مربیگری برای افغانستان نتیجه منفی داشت. آقای کارگر اضافه میکند که کمیته اجرایی فعلا در تلاش است تا بتواند زمینه دریافت بودجه فدراسیون از فیفا را فراهم نماید که با آن معاشات کارمندان این فدراسیون تادیه شود و نیز حمایت های لازم از طریق آن برای تیم های ملی صورت بگیرد. فدراسیون جهانی فوتبال هیچ نوع محدودیت در تیم های ملی ما، ردای سینی ما، جوانان ما هیچ نوع محدودیت نداده. بودجه ما را آزاد کرد. این که مشکلات ترانسفر بین المللی است او نشده می جا داره که ما تشکری کنم از تک تک رئیس های ولایت افغانستان که واقعا شجاعانه مردانه وار استادن برای فوتبال افغانستان. اگر پول بوده نبوده برنامه های خوده برنامه های داخلی خوده باشن. اتفاقات تلخ پیرامون تیم ملی در حال رخ داده است که بازیکنان ملی پوش کشور حتی اتهام فساد و دزدی را به شخص محمد یوسف کارگر و بهرام صدیقی دبیر کل فدراسیون فوتبال وارد کردند.
امریکا سوی اداره فوتبال رد می شود. حالا باید دید که صحبت های آقای کارگر با چه واکنشی از سوی عبدالله المتیری سرمربی سابق و بازیکنان معترض تیم ملی فوتبال کشور مواجه می شود. وضعیت آب هوا ممنون شما که بیننده برنامه خبر 8 بودید. خبر 8 در همین جا به پایان رسید. خدا نگهدار.